خدمت تک تک شما عزیزان، خواهران، برادران، دوستان و مهمانان عزیز، از بخیر میگم. روز یک شنبه شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به خانه خداوند. خوشحال هستیم که امروز فرصتی هست تا در حضور خداوند قوت و جانی تازه بیابیم. آمین. خوشحالم که امروز فرصتی هست که هم در حضور خداوند اون احساسات قلبیمون رو ارائه بدیم، هم فرصت داشته باشیم که از خداوند بشنویم. به طور خاص عزیزانی که از طریق اینترنت ما رو پیگیری میکنن، چه اعضای راه دور ما، چه مهمانان، به شما هم همینطور وقت بخیر میگم. هر جای دنیا که هستید، آرامی و قوت خدا با شما باشه و شما بتونید با ما در حضور این خدای زنده بریم و امروز جانی تازه بیابیم. عزیزان میتونن هر جایی که مایلن جایی رو اختیار بکنن. داشتم توی این هفته دعا میکردم درباره مسیر حرکت پرستش امروز ما و یه مکاشفه از خدا گرفتم که برام واقعا تازگی داشت و فکر میکنم شاید اولین بار من این آیه رو میخونم. همه ما به هر حال آیات کلام خدا رو میخونیم، اما بعضی مواقع وقتی برام باز میشه احساس میکنیم اولین بار ما با این آیه روبرو هستیم. و اول از همه میخوام از انجیل مرقس و بعد یه مقایسه با کتاب مکاشفه با هم داشته باشیم. انجیل مرقس باب 9 آیه در واقع 29 را میخوام برای شما بخونم. داستان رو میدونید، ماجرای یک پسریه، یک پدری که بچهش دیو زده است و میارنش به حضور عیسی مسیح. میگه که آوردم و شاگردانتو نتونستم برای اون کاری انجام بدن. مسیح بهش میگه که مشکلش چیه. میگه از بچگی طفولیت، خوب گوش کن، از طفولیت یا از بدو تولد، این شخص، این بچه انگار به هر حال این دیو اذیتش میکرده یا آزارش میداده، به آب و آتش مینداختنش. بزرگم که شده داستان همین هست، اینا همه میدونیم. تا یه جایی میرسه که دوران برای خدمت عیسی مسیح شروع میشه، مسیح شاگردانش رو برکت میده، میگه برید و شروع میکنن کارهای عظیم کردن. یه جایی میرسه که شخصی ها میارن در حضورش و میگه که من نمیتونم، نتونستن این کار براش انجام بدن. مسیح میگه کم ایمانان، و بعد میاره بچه رو شفا میده. و بعد آخر کار که این آیه اصلی رو اینجا برای شما میخوام بخونم، میگه که شاگردان از او پرسن چرا ما نتوانستیم این دیو را بیرون کنیم. اینا همه میدونید جواب چیه؟ این جنس به هیچ وجه بیرون نمی رود جز به دعا. برای من این سوال مطرح شد که مگر میشه؟ پس اینا چه کار میکردن تا الان؟ اینا چه کار میکردن؟ میرفتن چی میگفتن که دیو بیرون میرفت؟ که الان تازه باید یاد بگیرن اینا دعا بکنن. و این دعایی که داره میگه چیه؟ این باعث شد که وقتی رفتم ریشه اصلی این زبان در آوردم، میگه این جنس بیرون نمیره جز به پرستش. واو. این جنس بیرون نمیره جز به پرستش. واژه‌ای که اینجا استفاده میکنه برای دعا، واژه‌ای که میگه ورشیپ باید بکنید. حالا چرا ورشیپ باید بکنه این جنس؟ ما میدونیم یک سری از فرشته‌ها که سقوط کردن، فرشته‌هایی بودن که در واقع رئیسشون شیطان بود و شیطان رئیس در واقع لوپرایز و پرستش بود. رئیس به هر حال ورشیپ بود اونجا. و همراه اون در واقع عده‌ای سقوط کردن. میدونید برای چی؟ برای اینکه اون میخواست جای خدا بشینه و پرستش بشه. تمام حسادت شیطان به عیسی مسیح بود. چرا او پرستیده میشه و من دست راست پدر نیستم و اونجا پرستیده بشم؟ و تمام جنگ شیطان با مسیحه. به همین دلیل وقتی روی زمین اومد، تو باعث شدی که من سقوط کنم. به همین دلیل اگر همه جهان رو میخوای، بیا حالا منو پرستش کن. تمام دشمنی شیطان با مسیح بود و جایگاه عیسی بود. حالا بدتر از همه اینه که مسیح میگه نمیذارم تو بشینی، بلکه تمام کسایی که به من ایمان میارن، اونها حق دارن کنار من بشینن، اما به تو اجازه نمیدم اونجا بشینی. آمین. و بعد میبینیم که در کتاب مکاشفه داستان یک جنگه و توی این جنگ ما میبینیم، میگه میکائیل باب 12 کتاب مکاشفه میگه در آسمان جنگی به پا میشه. میتونم از آیه 4 برای شما بخونم، راجع به شیطانه که میگه و با دمش ثلث ستارگان آسمان را، در واقع فرشته‌های سقوط کرده صحبت میکنه، آنها را به زمین ریخت
و بعد آیه 7 میگه در آسمان جنگ شد، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها با فرشتگانش جنگ کردند ولی غلبه نیافتند، بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. و بعد میاد آیه 10 میگه بعد از این جنگ که اینها سقوط کردند، خوب گوش کنید، میگه که و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید اکنون نجات و قوت سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد. آمین. تمام جنگ سر عیساست، سر پرستش عیساست. و یکی از طریقهایی که ما میتونیم تو جنگهای روحانی پیروز بشیم فقط اینه، پرستش. دعا کردن نه. وقتی میگه دعا کردن، دعا واژه‌ایه که فقط برای خدا استفاده میشه، برای شیطان هیچ وقت ما دعا استفاده نمی کنیم. دعا کن تا شیطان از تو دور بشه. دعا چی بکنم؟ بگم خواهش میکنم شیطان لطفا بفرما برو بیرون. بگه وای چقدر لرزیدم من، همین الان میرم بیرون. نه اینطور نیست. یکی از طرقی که در واقع دیوها بیرون میرن پرستشه، چون که حضور خدا و جلال عیسی و پرستش عیسی را نمیتونه ببینه. میدونی چرا؟ یادش میاد روزی که در آسمان جنگ شد و به خاطر حسادتش به عیسی سقوط کرد. تمام این یادگار اونه و نمیتونه جایی بشینه. به همین دلیل پرستش یکی از طریقهای جنگ روحانیه. راجع پرستش خدمت‌های مختلف شنیدیم. پرستش باعث شفا میشه، پرستش در رو باز میکنه برای حضور خدا، پرستش باعث میشه که در واقع ما با خدا یه رابطه تازه، خیلی کار رو انجام میده. اما به طور خاص اینجا میگه این جنس بیرون نمیره مگر به پرستش. اگه احساس میکنی حتی ضعفی در درونت هست که براش دعا میکنی نمیشه، یا اسارتی هست که براش دعا میکنی نمیشه، یا چیز سختی هست که درش دعا میکنی و نمیشه و سخته، این فقط با پرستش. انگار پرستش آخرین کلیدیه و قوی ترین کلیده که اگر کلیدهای دیگه جواب نمیده، پرستش حرف آخر میزنه. آمین. پرستش حرف آخر میزنه و اینجاست که در واقع مسیح داره ما رو دعوت میکنه. نمیدونم چرا، اما چیزی که برای من باعث شده، چون این بچه از بچگی طفولیت بوده، حتما یه لعنتی روش بوده. و این لعنت، چون که این پرستش، چون که میگه این دیو با پرستش میره بیرون، چیزی که خدا برای من باز کرد، میتونه این یکی از اون فرشته هایی بود که قسمت های پرستش انجام میداده در آسمان، الان سقوط کرده و تنها چیزی که باعث میشه بری بیرون پرستش عیساست، نمیتونه ببینه. اجازه فرشته هایی سقوط کردن است که کارشون پرستش بوده. اینها توی خیلی از قسمت های فرشته هایی که سقوط کردن، یه قسمتشون که خود در واقع لوسیفر جزو در واقع کروبین بود، اینها جزو پرستندگان بودن. البته سرافین کارشون پرستشه، ولی رئیس کلشون بود. جایی که احساس میکنی چیزی تو زندگی تو تکون نمیخوره، مثل کوه، محکمه، سخته، غیر ممکنه، با دعا نمیره، با پرستش جا به جا میشه. آمین. با پرستش جا به جا میشه و خدا در واقع امروز ما را به این نوع پرستش داره دعوت میکنه. و جالب به شما بگم، وقتی مسیح شاگردانش رو برکت داد، گفت برید دیوها رو بیرون کنید، خودش قبلا دیو بیرون کرد، اما هیچ وقت نمیگه وقتی من دیو بیرون کردم شیطان رو دیدم که از آسمان داره سقوط میکنه، ولی برای شاگرداش میگه دیدم، ولی برای خودش هیچی نمیگه. چون اولین باره که انسان در جایگاه درست داره میسته و تمام قدرت شیطان رو داره میشکنه. و به این دلیله که در واقع داره تاج و تختش. شیطان تو زندگی مسیح تاج و تختی نداشت که فرو بریزه، تو زندگی انسان تاج و تخت داشت و اونجاست که داره فرو میریزه. آمین. و به نام عیسی مسیح امروز در پرستش هامون هر تاج و تختی که خارج از قدرت عیسی مسیح در زندگی ما فرو بریزه. آمین. و پرستش امروز ما رو دعوت میکنه که در واقع آن چیزی که در زندگی تو غیر ممکنه و با هیچی عوض نمیشه، با پرستش عوض بشه. آمین. خدا را شکر. میتونی سر پا بیستیم و با هم پرستش های خودمونو، اول اون براسته که اون میگه او شایسته است، سزاوار قدرت و شوکت و هیبت و عظمت و احترامه. آمین.
او شایسته است که جای اولو در زندگی ما داشته باشه. چیزهای خوب تو زندگی ما خیلی زیاده، اما او شایسته است که با فوق تمام چیزهای خوب زندگی ما باشه. آمین. پس میتونیم با هم در پرستش شرکت بکنیم. باشه که به نام عیسی مسیح حضور خود این خدا رو که در حضورش زانو میزنی، چه واقعا زانو میزنی چه در قلبت زانو میزنی، حضور این خدا رو لمس کنی و احساس کنی. هللویا. عیسی مسیح خداوند، در این پرستش به تو تقدیم کنیم و بگیم خداوند تو شایسته ای، بهترین جاهای زندگی مال توه، بالاترین جاهای زندگی مال توه، حساسترین جاهای زندگی مال توه. هللویا، هللویا. خداوند پرستش های ما میخوام خداوند نزدیک همسو با فرشتگان در آسمان بشه. خداوند میخوایم خداوندا
من نمیدونم خداوند در آسمان چطوری میکائیل خداوند با فرشتگانش برای شیطان جنگیدن، اسلحهشون چی بوده نمیدونم، اما اسلحه تو که تو میگی، میگی جنگ روحانیه. پس اگه اسلحه ما روحانیه، امروز به نام عیسی مسیح پرستش های ما اون اسلحه‌هایی بشه خداوند، که تاج و تخت دشمن را در زندگی های ما فرو بریزه. هللویا. هر چیزی که تکون نمیخوره به نام عیسی مسیح با پرستش تکون بخوره. خداوند میدونم که تو در پرستش های ما جلوس میکنی، تو در پرستش های ما خداوند سکونت میکنی، تو در پرستش های ما سلطنت میکنی. هللویا. مرسی خداوند. تو شایسته ای پدر و پسر و روح القدس شایسته اید هر سه به یک اندازه پرستش بشید، اما به طور خاص عیسی امروز تو را می پرستیم، چرا که تو شایسته ای سلطنتی. من هستم با تمامی قلب و جان. هللویا. او شایسته است. هللویا. او بی‌نظیر است. هللویا. هللویا. اون چی که ما بودیم ما رو قبول کرد و برای اون چی که هستیم پرستش های ما رو میپذیره. آمین. خدا رو شکر. به این عیسی که نمیگه برو خودت عوض کن بعد بیا حرف بزن، اونطوری که هستیم ما رو قبول میکنه، ما رو همینطوری که هستیم قبول میکنه. هللویا. عجب صبری خدا دارد واقعا، و عجب مهری خدا دارد، و عجب عشقی خدا دارد. بعضی موقع ما خودمون از خودمون ناامید میشیم، اما هنوز چشمان او به سوی ماست. آمین. و
آمین. هنوز چشمان ما به سوی او، چشمان او به سوی ماست. خدای متعال، خدای قدیر، خدای قادر مطلق، بی نظیر، خدایی که راه را هموار میکنه، ما را عبور داد، ما را از مصر بیرون آورد. آمین. واقعا ما را از مصر بیرون آورد، ما را از اون بدبختی ها، مصیبت ها بیرون آورد و ما را خوان بر بالهای عقاب تا آمده او را پرستش کنیم، مال او باشیم. خدا خدای غیوره که دوست نداره ما بجز برای او مال چیز دیگه باشیم و کسی دیگه باشیم. اول مال او و هر آنچه که او میگه. آمین. هللویا. خدای متعال. خدای متعال کارهایت عظیم، خدای پرجلال رفیع و کریم، خدای محبت مهرت بی نظیر، خدای پرقدرت تغییر ناپذیر. عیسی تو هستی نجات دهنده، عیسی تو هستی شفا دهنده، عیسی تو هستی تازه کننده، عیسی تو هستی امید آینده. خدای متعال کارهایت عظیم، خدای پرجلال رفیع و کریم، خدای محبت مهرت بی نظیر، خدای پرقدرت تغییر ناپذیر. عیسی تو هستی نجات دهنده، عیسی تو هستی شفا دهنده، عیسی تو هستی تازه کننده، عیسی تو هستی امید آینده. خدای متعال کارهایت عظیم، خدای پرجلال رفیع و کریم، خدای محبت مهرت بی نظیر، خدای پرقدرت تغییر ناپذیر. عیسی تو هستی نجات دهنده، عیسی تو هستی شفا دهنده، عیسی تو هستی تازه کننده، عیسی تو هستی امید آینده. خدای متعال کارهایت عظیم، خدای پرجلال رفیع و کریم، خدای محبت مهرت بی نظیر، خدای پرقدرت تغییر ناپذیر. عیسی تو هستی نجات دهنده، عیسی تو هستی شفا دهنده، عیسی تو هستی تازه کننده، عیسی تو هستی امید آینده. هللویا. به راستی که او برای ما شفا، برای ما امید، برای ما نانه، برای ما آبه، برای ما، برای خستگی های ما قوته. آمین. برای درد های ما او شفاست، برای غم های ما او شادی. آمین. برای روزهای تنگی ما و درهای بسته ما او کلید راه های بازه. آمین. او یهوه یرا. هللویا. خدای بی نظیره. واقعا هر چی بگیم در پرستش او کم گفتیم، هر چی بگیم در ستایش او کمه. واقعا باید خداوند روحشو بر ما بریزه که به روح دعا بکنیم. آمین. در روح اون چیزهایی که حتی جان ما غیر قابل بیان در وصف خدا بتونه بگه، اون بتونه ما رو هدایت کنه در پرستش ها. آمین. هللویا. کیس مثل او. آمین. واقعا تو زندگی تو همینه؟ کیست مثل او؟ هللویا. مثل او نیست. هللویا. قدرت تو بیم تاست، قدرت چه بی نظیر است، تنها تو قادر و سزاوری، ابتدا آن یای آخری. خداوند شاه شاهان، نیست مثل تو، خداوند
هستم نام تو را مسیحا رب و لرباب کنار راه حیات نور منی عشقم توی فخرم توی نجاتم توی شایسته است. هللویا، او شایسته است. هللویا، او شایسته است. 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 او بی‌نظیره. مثل او نیست. یکی هم نیست. 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 هللویا. هللویا، هر زانوی خم میشه، هر زبانی اقرار میکنه، هر کوی فرو ریزد. هللویا، هر چیزی در زندگی تو تکون نمیخوره به نام عیسی فرو بریزه. از بیماری، از درد، بیپولی، مصیبت، غم فرو بریزه، لعنت فرو بریزه به نام عیسی. آن چیزی که تکون نمیخوره با پرستش فرو بریزه. هللویا، آسمان به زمین بیاد. هللویا، هللویا، او بی‌نظیره. وقتی او با ماست، وقتی او همراه ماست، وقتی او کنار ماست، وقتی او در ماست، وقتی او پشت ماست، کیست بر ضد ما؟ هللویا، کیست بر ضد ما؟ هللویا، کیست بر ضد ما؟ هللویا، او شایسته است بهش اعتماد کنیم. روزهای تنگ و سختی به او اعتماد کنیم. هللویا، واقعا تنها کسی که میشه بهش توکل کرد، میگه به خدا توکل کنید، به او توکل کنید، به انسان توکل نکنید، به خدا توکل کنید، به او اعتماد کنید. او قابل اعتماده، قابل اعتماده. میگه بهتون ثابت میکنم، بهتون ثابت میکنم، ثابت کردم، بازم میکنم، به من اعتماد کن. متوکلان خداوند خجل نمیشن. کسی که بهش توکل میکنه، بهش اعتماد میکنه، میگه خجالت زده نمیشه، نمیذارم خجالت بکشی، نمیذارم مردم به تو بگن چی شد اون توکلت به خدا، نمیذارم کسی بر ضد تو حرف بزنه. بهشون ثابت میکنم، کسی که به من اعتماد میکنه خجالت نخواهد کشید. هللویا، 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 هللویا. اینو بدون، خجالت ما برای خدا ننگ خواهد بود. چرا؟ چون که ما به خودمون توکل نکردیم، به اون توکل کردیم. اگر چیزی اتفاق بیفته، حرمت او زیر سواله. خدا به خاطر حرمتش میسته برای ما.
به خاطر حرمتش عمل میکنه، به خاطر نام خودش میگه به خاطر نام خودم من شما را قبول کردم، به خاطر نام خودم من برای شما ایستادم، به خاطر نام خودم از شما حمایت کردم، نه اینکه شما عالی بودید، به خاطر نام خودم بوده. و کسی که به من اعتماد میکنه، به نام من اعتماد میکنه، نمیذارم رو زمین خجل زده بشه، نمیذارم. شاید طول بکشه اما زمانش خواهد رسید. خداوند میآید، او میآید با قوت، میآید. وعده او دیر میشه اما عملی میشه. آمین. او قابل اعتماده. هللویا. او قابل اعتماده. وقتی میدونیم خدا با ماست، وقتی شما تو بحران ها هستی میدونیم یه وکیل خوب پیدا میشه، دلت شاد میشه. وقتی یه پرونده بسته هست، یه درهای بسته هست، یکی میگه من میتونم کمک کنم، دلت شاد میشه، حداقل اون شب راحت میخوابی. ولی خدا فقط یه قول نمیده، میگه به من اعتماد کن. آمین. به من اعتماد کن، ثمرش رو خواهی دید. آمین. وعده خدا وقتی جاری میشه بی ثمر بر نمیگرده. آمین. قول خدا وقتی میره بی ثمر بر نمیگرده. به خاطر همین چک میکشی، بدون چک از جانب تو نیست، خدا پشتش امضا کرده. آمین. اگر کسی بخوای یقه ای رو بگیره، یقه خداست و خدا هیچ وقت کاری نمیکنه که کسی یقه شو بگیره. آمین. چکاش قابل اعتباره. آمین. در هر بانکی بری، بانک ایمان قابل اعتماده. آمین. بانک یقین قابل اعتباره و نقد میشه. آمین. هللویا. شادی کنان به حضور این خدا بریم. آمین. مثل خبر خوش که بهت رسیده، به من توکل کردی، پس نگران نباش. اگه من وکیلتم، اگه من وکیل مدافع تو هستم، ایوب میگه وکیل من زنده است. آمین. وکیل مدافع من زنده است، دفاع میکنه از من، عمل میکنه برای من، عمل میکنه. آمین. آمین. او زنده است. اگه زنده است، بر حیطه قدرت ایستاده، عمل میکنه. آنچه که من نمیتونم، او برای من عمل میکنه. آمین. پس شادی کنان به حضور این خدای زنده، وکیل قابل اعتماد میریم. آمین. چون که متوکلان و شادی کنان را خجل نخواهند شد. سپاس گویم به حضور
بمانم آمین با تو بمانم هللویا هللویا هللویا. وقتی حضور خدا هست اونجا آزادیه، این وعده خداست، چون دل آدم وقتی پشتش گرمه دلش گرمه. همه ما انسان ها به یه جایی میرسیم احتیاج به یه دلگرمی داریم، ولی دلگرمی های زمینی موقتیه، اما اون که از آسمان دل ما رو گرم میکنه ابدیه. وعده های او بی نظیره. هللویا. قوت و جلال، حمد و سپاس مال اونه. آمین. من دوست داشتم این ور رو با این ور یکم میکس کنم، اوکی؟ که یه سر به قول معروف متعادل بشن، ولی میخوام با این سرود بیشتر در خداوند درگیر بشیم. خب، پرستنده خدا تماشاگر خدا نیست، پرستنده خدا درگیر در پرستش خدا. آمین. میخوام تشویقتون کنم که در پرستش های خدا بیشتر درگیر بشید. اگر قرار در زندگی تو چیزی جا به جا بشه، تنها و کمترین و کوچکترین سهم ما پرستشه. کوره که نمیتونی جا به جا کنی، پشه هم که نمیتونیم بپرونیم. میتونی؟ اگه زنبور میاد حداقل اجازه بدیم او که قرار کوه ها رو جا به جا کنه در پرستش های ما دخالت کنه. آمین. و بیا دخالت کنه. قوت و جلال مال اونه، اما ما قوت و جلال اونو با قوت بخونیم. آمین. قوتی که شایسته جلالش. آمین. نه جلال این قوت نیست. اگه میگه قوت و جلال، آمین، که با قوت این جلال رو ابراز کنیم.
هللویا. او سلطنت میکنه، اما بخواه که در زندگی تو هم سلطنت کنه. آمین. بدون میل تو در زندگی تو سلطنت نمیکنه. خدا قادر مطلقه، اما اجازه بده قدرتش و قادر مطلقش در زندگی تو عملی کنه. او شفا دهنده است، اما اجازه بده در زندگی تو شفاشو جاری کنه. او برکت دهنده هست، اما اجازه بده در زندگی تو برکتش جاری کنه. پس این تو نیست که چون که خداست اتومات در زندگی ما میاد. دعوت کن، خداوند دعا میخوام در زندگی من سلطنت کنی، میخوام در زندگی من عمل کنی، میخوام در زندگی من دستتو دراز کنی، میخوام در زندگی من تصمیم گیری کنی و میخوام زندگی من عوض کنی. آمین. من میخوام، خودم میخوام، با میل خودم میخوام. آمین. هللویا. کلام خدا میگه که شیطان سرش رو صلیب کوبیده شد. آمین. او دشمن شکست خورده است، مثل کسی که قبلا توی مبارزه قبلی حریف قبلی زدتش. راند بعدی نوبت توه، پس با یه حریف شکست خورده تو روبروی، چون نفر قبلی که خداوند تو بود زدتش. الان نوبت رینگ توه. دقیقا دیدی تو فوتبال ها، تو بوکس، همه چی نگاه میکنن نفر قبلی کی زدتش، و الان یه شکست خورده روبروی توه. آمین. اما قدرت اونی که زدتش در تو نیست هست. آمین. و تو رو اقتدار بخشیده که قوای این حریف رو تو هم بزنی. آمین. میگن من پدرتم زدم، بچم تو هم بزن. آمین. تو سری خور نباش. هللویا. از شیطان کتک نخور. آمین. دیگران رو نزن، اما تو دلت میخواد شیطان رو بزن. آمین. میگه هر چه فریاد دارید بر سر شیطان بزنی. اوکی. شیطان بزرگ، اونی که سقوط کرده است، مسیح زدتش، جنگ ما با اونه. آمین. میخوام با هم این سرود رو بخونیم. یه بار دیدیم که مسیح زدتش سقوط کرده، الان با اینکه شاگردان میگه رفتن زدن از آسمان مثل برق برد افتاد، این یه بار نبود، امروز هم میفته. آمین. امروز هم ببینی که به نام مسیح همچون رد میفته. تو پرستش هفته قبل دیدم که واقعا خداوند، یه رویایی که دیدم از این سمت یه ابر عظیمی اومد، من نمیخواستم دیگه جلسه رو به اون سمت سو ببرم. 5 نفر اومدن، یکی وسط، 4 نفر محافظ، 4 تاشون رفتن 4 گوشه. انقدر قدشون بلند بود که فرشته ها بودن سرشون رو باید خم میکردن که به سقف نخوره، با شمشیر عظیمش. یه نوری به 4 طرف وصل بود، یکی یکی تمام دست هایی که به زنجیر باز بود بالا، یکی یکی میامد یکم کم بوف 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 میچرخید و پاره میکرد. همون موقعی که روح خدا داشت کار میکرد، چون میگه وقتی روح خدا داره کار میکنه اونجا آزادی ها میاد. و این چیزیه که خدا داره عمل میکنه در میان ما، در زندگی ما، ولی شخصیه، ما باید بخوایم. آمین. و بخوایم که به نام عیسی مسیح بیشتر و بیشتر در زندگی های ما خدا دیده بشه. وقتی راجع به خدا حرف میزنیم دلایل داشته باشیم، فقط راجع به کتاب مقدس حرف نزنیم، بگی راستش کتاب مقدس رو بذار کنار، میخوام راجع به قصه زندگی خودم با عیسی به تو بگم. خودش یه انجیل، اسمش هم انجیل پنجمه. آمین. اسم خودت هم بذار رو این انجیل. انجیل آرزو، انجیل خسرو. آمین. انجیل رویا، چون که شرح حال زندگی تو با عیسی است. آمین. اما یه قسمت زندگی تو فقط شرح حال نباشه، بشه اعمال روح القدس، که اونم قسمت دوم انجیل تو بشه. آمین. کاری که عیسی در تو میکنه و کاری که عیسی توسط تو میکنه. آمین. این بشه شرح حال زندگی من و تو وقتی با مردم حرف میزنیم. خدا رو شکر برای کلام خدا قدرت داره، اما مردم اون رو هم تجربه نکردن. تجربه ما به اونها ثابت میکنه که به راستی این کلام حقیقته. خدای این کلام زنده است، قابل اعتماده، بهش اعتماد میتونم بکنم. آمین. هللویا. آمین. با این سرود میخوایم ببینیم به نام مسیح، نه فقط توی شادی فقط ببینیم. آمین. در بعد روح ببینیم،
دعا میکنم که خدا چشمای ما رو باز کنه، مکاشفات به ما بده، رویاها به ما بده، ببینیم که خدا چطوری داره کار میکنه، دنیای روحانی رو ما ببینیم که داره چه اتفاقی میفته، ببینیم حتی در جنگهای روحانی چه اتفاقی میفته، حتی پیروزیها رو در جنگهای روحانی ما ببینیم. آمین. خدا چشمان ما رو از زمین آزاد کنه و چشمان ما رو به آسمان بدوزه. آمین. این اون چیزی که خدا میخواد در کلیساش عمل بکنه. آمین. میبینم من پیروزی جلال میبینم من پیروزی عیسی. باید سرود بخونیم. شیطان سقوط نموده، میگرم سوی چپ، شیطان سقوط نموده، میگرم سوی پیش، شیطان سقوط نموده، میگرم پشت سر، شیطان سقوط نموده. هللویا 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 هللویا. من پیروز است، میگرم سوی چپ، عیسی من پیروز است، میگرم سوی پیش، عیسی من پیروز است، میگرم پشت سر، عیسی من پیروز است. هللویا شیطان سقوط نموده، میگرم سوی پیش، شیطان سقوط نموده، میگرم پشت سر، شیطان سقوط نموده. هللویا 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 هللویا. میبینم من پیروز است، میگرم سوی چپ، عیسی من پیروز است، میگرم سوی پیش، عیسی من پیروز است، میگرم پشت سر، عیسی من پیروز است. هللویا 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 هللویا
آمین 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 هللویا. آنچه که در زندگی من و تو با دعا تکون نمیخوره با پرستش تکون میخوره. آمین. آمین. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. مجددا به عزیزانی که در میان برنامه به جمع ما پیوستن خوش آمدگویی و عزیزانی که از راه دور ما را پیگیری میکنن به شما هم نیز وقت بخیر میگم. خوشحالم که فرصتی هست امروز رو در حضور خداوند استراحت و آرامی بیامی. روز یک شنبه روز سبت، روز سبت روز آرامیه و چیزی به جز این نباید امید داشته باشیم. آمین. هیچ چیزی به جز روز سبت برای ما نباید منتظرش باشین. روزی که در حضور خدا میام تا اون چیزی که خدا وعده داده خستگان رو قوت بده، افتادگان رو بلند کنه، مریضان رو شفا بده، درمانده ها رو دستگیری بکنه. آمین. و اونهایی که در واقع غمگین هستن رو شادی بده. کاری به جز خدا به جز این نداره. با هر ظرفی اومدی به نام عیسی مسیح پیاله پر لبریز برای خودت و اهل خانواده و دوستات ببری و سر راه هم به مردم بدی بخورن و سیر بشن. آمین. از سفره بگو از سفره خداوند امروز گرفتم، برای تو نیز آوردم، سهم تو هم هست، بگیر. میخوام از فریبا جان دعوت کنم که بیان و شهادت کار خدا را در زندگیشون برای ما در میون بذارن. خدمت همه شما خواهران و برادران سلام میگم. ممنونم از خداوندم که این اجازه رو به من داد که اینجا بین شما عزیزان باشم و نامشو واقعا بتونم جلال بدم. آمین. من با شروع شدن مدارس، دختر من چون مدرسهشو عوض کرده بود، با شرایط کاری که من داشتم، دو روز در هفته برنامه مدرسهش، پلان مدرسهش به کل عوض شده با مدرسه جدید. منم با سابقه کاری که دارم چندین سال بود روی این روال کار میکردم که یه روز در هفته رو من باید حتما بعد از او را کار میکردم تا آخر وقت. و با شروع شدن مدرسه جدید دخترم، درست همون روزی که من باید بعد از او را تا دیر وقت کار میکردم، دختر من از همیشه زودتر باید خونه باشه، یعنی باید برای ساعت 1 تا 1:30 خونه باشه. من اول از همکارام سوال کردم که ببینم با من تاوشون عوض میکنن یا نه. یکیشون گفت نمیتونم، یکیشون گفت همیشه نمیتونم، این امکان برام نیست، بعضی وقتا باید نگاه کنم ببینم شرایط کاری من چجوره. با معاونمون صحبت کردم، اونم گفت باز باید با همکارات سعی کنی یه جوری کنار بیای، من هیچ کمکی نمیتونم بکنم. تا اینکه 2 هفته پیش که اومدم اینجا با یکی از خواهرای خیلی عزیزم که خیلی برام عزیزه حرف زدم، یه جمله خیلی قشنگی بهم گفت که خیلی روم اثر گذاشت. گفت زور انسانی نزن. با همکارات صحبت کردی، با معاون صحبت کردی، با رئیس صحبت کردی، همه اینا زور انسانی تو بوده. اولش من باید از خداوندم واقعا معذرت بخوام که من اول از خدا سوال نکردم، سعی کردم با فکر خودم، با فکر و درک خودم این مشکل رو من حل کنم، ولی نشد. در واقع حالا شاید یا از روی عادت ما انسان هاست، و واقعا من از خداوندم معذرت میخوام که من اول از اون سوال نکردم. 2 هفته پیش بعد اینجا با برادر گویک و برادر ابراهیم با هم نشستیم دعا کردیم. 2 هفته پیش دوشنبه که من رفتم سر کار، چون خیلی از نظر عصبی روم اثر گذاشته بود که دخترم وقتی از مدرسه میومد خونه، خب با یکی از دوستان برنامه گذاشتیم، اونم متأهل، اونم بچه دار، بچه کوچیک داره، اونم نمیتونست هر هفته از دختر من نگهداری کنه وقتی از مدرسه میاد. رفتم پیش معاون گفتم اینجوریه، من واقعا از نظر عصبی خیلی برام این یه روز مشکل شده. بعد گفت پیشنهاد خودت چیه؟ من اون روز که این خواهر عزیز اینجا برگشت به من گفت زور انسانی نزن، وقتی رفتم خونه دعا کردم، حتی شبش قبل از خوابم گفتم خدایا این پیغام توه به من، من دیگه هیچ فکری نمیخوام بکنم، فقط تو دستای تو میسپارم، هر چی تو بخوای من همونو قبول میکنم، هر جوری که باشه، حتی اگه تو راضی باشی که من همون روز همیشه برم سر کار تا دیر وقت و دختر من
کسی رو نداشته باشه ازش نگهداری کنه. دوشنبه صبحش که رفتم سر کار با معاون صحبت کردم، گفت که پیشنهاد خودت چیه؟ گفتم من هیچ پیشنهادی ندارم، چون اونا همه میدونن که من مسیحی شدم، کریست شدم. گفتم که من هیچ پیشنهادی ندارم، من از اون کسی که باید بپرسم پرسیدم، هیچی من نمیتونم به شما بگم، فقط شما میتونید کمکم کنید. گفت باشه، پس من الان به رئیس زنگ میزنم ببینم چه فکری میتونیم برات بکنیم. رفت و با رئیس صحبت کرد و تقریبا یه دو ساعت بعدش اومد به هم گفتش که ما پلانا رو با رئیس نشستیم نگاه کردیم، گفتیم ببینیم میشه به هر طریقی اگه بشه کمکت کنیم، ولی بازم میبینیم یه جورایی کار میلنگه. گفتم من همه رو سپردم دست اول خدای خودم، بعد شما هر جور که خودتون صلاح میدونین با رئیس. گفت ولی یه جایی یه چیزی شده، از اون شعبه های دیگه کم دارن، احتیاج به ما دارن که از طرف ما، از جایی که ما هستیم نیرو میخوان، ولی به خاطر همین ما یه روز وقتی از طرف ما نیرو میره برای اونا، اون یه روز ما کم داریم یه نفر رو. بعد گفتم باشه هر جور که شما خودتون میدونید. روزی رو که گفت، یعنی درست روز دوشنبه، گفت ما دوشنبه ها بعد از ظهر نیرو کم داریم. درست این روز اون روزیه که من میخواستم با همکارام عوض کنم و هیچ کدوم نمیتونستن، اگه میخواستن ولی اون سری های دیگه هم که میگفتن نمیشه. دقیقا روز دوشنبه روزیه که دختر من تا آخر وقت تو مدرسه است تا غروب، من هم میتونم سر کارم باشم. کار خدا رو ببینید، درست همون روزی که من هیچی، من خودم گفتم، نگفت، گفتم به معاونم، گفتم من هیچ پیشنهادی به شما نمیدم، چه روزی اونو دست خدا سپردم و دست کمک بعد از خدا شما این. گفت همین روز ما فقط دوشنبه ها میتونیم بهت بگیم بعد از ظهر بیا. گفتم اوکی. این درست همون روزی بود که من میتونستم با شرایط جدید دخترم. این کار بزرگی بود که خدا در زندگی من و برای کار من کرد. و گفتم عزیزان، اول بیایم عهد ببندیم با خدا که هر مشکلی هست، هر چند کوچیک باشه، هر مسئله‌ایه، هر نیازیه، اول از خدا سوال کنیم، اول از اون بخوایم، قبل از اینکه بریم از کسی دیگه‌ای بخوایم یا بخوایم با فکر خودمون، با ذهن خودمون براش یه راه حلی پیدا کنیم. این واقعا به من ثابت شد. و بخوایم که خداوندم، من الان میخوام از خداوندم که یاد بگیرم این راهو به من نشون بده که برای هر چیزی اول از اون سوال کنم. بعد یه مسئله دیگه، چون من اون روز به برادر گویک و برادر ابراهیم گفتم من ایمان دارم که این کار درست میشه، من مطمئنم که این کار درست میشه و من میام این شهادتو میدم. آمین. الان چند روز بود که من همش از خوشحالی این که میخوام بیام این شهادتو بدم با خواهرای دیگه که در تماس بودم میگفتم من این یک شنبه به امید خدا، به فیض خدا میام و شهادت میدم. از دیروز صبح که من از خواب پا شدم از گردن درد، اصلا من دیروز نتونستم تکون بخورم، تمام روز توی رخت خواب بودم، ولی همش میگفتم شیطان من نمیذارم، اجازه نمیدم که تو این حقو از من بگیری. من چند روز دارم میگم من میرم شهادت میدم، حتی اگه نتونم راه برم، حتی اگه خودم نتونم خودم رو اینجا برسونم، به خواهر برادرام میگم، اونایی که میتونن بیان منو ببرن و اعلام کنم که خداوند چه کارهای عجیبی کرده برای زندگی من. این فقط یک نمونه خیلی کوچیکش بود. و میگم امروز حتی صبح من توی کلیسای آلمانی که میرم، من هیچ صحبتی نکردم راجع به گردن دردم. پاستورمون آخر جلسه داشتیم سرود میخوندیم، برگشت یه دفعه گفتش که من از وسط جلسه همش خدا داره این پیغامو به من میده، یه نفر اینجا هست که گردن درد داره، مشکل گردن داره، حالا من نمیدونم این مشکلش چیه. من دستم رو فوری بالا کردم، گفتم اون منم. گفت خب بس بیا جلو وایسا، همه با هم برات دعا میکنیم. همه دعا کردن. گفت من نمیدونم مشکل چیه. گفتم ولی من میدونم مشکل چیه. مشکل اینه که از دیروز شیطان داره همش کار میکنه و نمیخواد که من بیام این شهادت رو بدم، ولی من هر جوری که باشه میرم امروز و میگم که خدای من خدای زنده است. آمین. جلال بر نامش.
نگرانی های خود رو به خدا بسپارید، به خدا بسپارید، به خدا بسپارید، به او بسپارید. او برای شما فکر خواهد کرد، برای شما اندیشه خواهد کرد. هللویا. میخوایم هدایای قلبی خودمون، هدایای مالی خودمون رو برای پیشبرد ملکوت خدا، اینو به شما بگم که آنچه که شما دارید میدید، نه فقط شما اینجا دارید برکت میگیرید، میلیون ها نفر دارن از این حمایت های شما دارن برکت میگیرن. جمعیت عظیمی هست که دارن برکت میگیرن. به همین دلیل اینو بدونید که آنچه که دارید میسپارید، یک زمانی بود یه انجیلی میگرفتید به دیگران میدادید، الان انجیل در خانه های مردم داره از طریق اینترنت، از طریق تلویزیون داره میره و خداوند داره قلب های زیادی رو لمس میکنه، داره توسط هدایای شما کار بزرگی انجام میده. آمین. باشه که آنچه که میدیم با خوشنودی بدیم و بدونیم که آنچه که میکاریم همون رو درا میکنیم، آنچه که میدیم خداوند 7 برابر 70 برابر به زندگی شما برگردونه. آمین. میخوام سرپا بایستیم و با خوندن یک سرود هدایای قلبی خودمون رو به خداوند تقدیم کنیم و بعدش مشتاقانه بشنویم کلام خدا رو از بردم اونیک عزیز، ببینیم که امروز خداوند چی میخواد از زبان این برادر با ما در میون بگذاره. خدای زنده که تو در خانواده ها و زندگی های ما ای خداوند سلطنت میکنی، پادشاهی میکنی. ای خداوند پادشاهی تو خداوند و زندگی ما رو فرا گرفته و این پادشاهی رو میپذیریم. ای خدای زنده شکرگزار تو هستیم ای خداوند برای این، خدای زنده برای این برکت ای خداوند که تو بر ما ریختی، بر زندگی ما ریختی. ای خداوند ما اندکی از آن برکتی که تو بر ما ریختی ای خداوند بزرگ تو آوردیم، از ما بپذیر ای خداوند و برکت بده ای خدای زنده و در مسیری خداوند و هر مسیری که تو خواهی خداوند این برکات به کار برده بشه در نام عیسی مسیح. آمین. بفرمایید بشینید.